گفتیم که این سخت افزارام خودشون به دو حالت هستن، یا با استفاده از کابل جی تگ یا یک کابل 10 سیمه میتونیم با لحیم کردن اون سیم ها بر روی بورد مقدار اطلاعات داخل آی سی آی فلش یا ای پی رام یا میکرو رو بخونیم و دوباره ذخیره کنیم. نوع دیگه اون هست که ما از طریق کابل OBD این کار رو انجام میدیم، از طریق همون کابل ABAB که ما وصل میکنیم به ماشین دیگه حتی نیازی به باز کردن ECU نداریم که بخوام بر از روی IC اطلاعات بخونیم. البته اینو در نظر داشته باشین، به شرطی ما میتونیم از اون اینترفیس های OBD استفاده کنیم که ECU ما سالم باشه و قابلیت اتصال ABAB رو داشته باشه. در بعضی از خودرو اگر که دقت کنید میبینید که وقتی ما میخوایم کابل OBD رو وصل کنیم به ECU عدم ارتباط اینترفیس رو میزنه، یعنی که اینترفیس نمیتونه با ECU ارتباط برقرار پیدا کنه. در اون زمان هست که ما چی؟ اگه بخوایم IC رو برنامه‌ریزی کنیم یا از طریق کابل JTAG که یک کابل 12 پایه هست در پشت TNM ها که دوستان دارن، حالا چه 2000 چه 5000 وجود داره، یا از این کابل های ISP حالا 10 سیمه یا 6 سیمه که میتونیم روی بورد اون رو لحیم کنیم استفاده میکنیم. یکی از این سخت افزارها یا به عبارتی حالا که در کنارش یک نرم افزار هم وجود داره، نرم افزار NPROG هست. همینطور که دوستان میبینن این از گروه مبتکران هست که زحمت کشیدن و این سخت افزار رو تهیه کردن. و حالا توی این بخش میخوام یک توضیح در مورد این سخت افزار به شما عزیزان اعلام کنیم. اگر که یادتون باشه گفتیم که برای کم کردن کیلومتر یکی از شیوه‌های سخت افزاری هست با استفاده از اون سخت افزاری که الان بهتون نشون دادم و این نرم افزار، ما قابلیت خوندن مقدار کیلومتر و همچنین کم کردنش رو داریم بدون اینکه بخوایم روی کامپیوتر ذخیره کنیم. یعنی اطلاعات از قسمت خواندن زمانی که ما پین های اون سخت افزار رو بر روی بورد قرار بدیم با استفاده از نرم افزار میتونیم اطلاعات رو چیکار کنیم؟ بخونیم، تغییر بدیم و در نهایت دوباره بر روی خود ECU ذخیره کنیم. خود این نرم افزار رو ما در قسمت سافت‌ویر برای شما عزیزان قرار دادیم، میتونید نصبش کنید و در بعضی از قسمت ها ازش استفاده کنید. الان ما توضیح میدیم خدمتون که نحوه استفاده از NPROG به چه صورتی هست. اگر که خواستید بعدا میتونید سخت افزار رو تهیه کنید که عموما دیگه دوستان همه دارن این کار رو انجام میدن. اگر در بعضی از مواقع میبینید که من ابتدا این نرم افزار رو میارم پایین و بعد دوباره میارمش بالا، به دلیل این هست که در این حالت ما برنامه رو نمیتونیم استوب کنیم، یه پاوز بدیم بهش بعد دوباره شروع کنیم. حتما باید این نرم افزار بیاد پایین قرار بگیره تا بعدا ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. این نرم افزار حالا دیگه کاری به سخت افزار نداریم، الان من در مورد نرم افزار باهاتون صحبت میکنم، بعد در مورد سخت افزارش هم باهاتون صحبت میکنم. این نرم افزار دو تا کارایی داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یه کارایش این هست که میتونیم اطلاعات فایل اهم از مقدار کیلومتر یا کد سویچ یک فایل خارج از ECU رو باهاش بخونیم. در قسمت باز کردن فایل کلیک میکنید و من در قسمت دامپ میام ابتدا روی کیلومتر، ECU، زیمنس، یا برمیگردم روی ولی او به طور مثال مقدار 5773 رو باز میکنم. زمانی که ما فایل رو باز کردیم دقت کنید به دو گزینه بالا،
یه جا نوشته میکرو به علاوه فلش، یعنی زمانی که ما اطلاعات رو در مورد میکرو و فلش میخوایم استفاده کنیم باید باکس اون رو تیک دار کنیم، اگر بخوایم ایپرام یا ایپرام رو بخونیم تیک اون رو فعال میکنیم. بعد از اون یک قسمت منو داره، منوی بازشونده داره، باز میکنید. در قسمت ایپرام اولین گزینه‌ای که ما داریم گزینه FN و CCN هست، یعنی اینکه توسط ما این نرم افزار میتونیم این اطلاعاتش رو بخونیم. هر کدوم از اینا رو که شما انتخاب کنید این قسمت رو دقت کنید، من یه دونه میام بالاتر، اطلاعات فایل ما به صورت کم رنگ شد. فایل بعدی رو که انتخاب میکنم میبینید پر رنگ شد. به طور مثال میزنم اطلاعات فایل، در اینجا حالا یک اعدادی رو برای ما نشون میده، بالا که نگاه کنید نوشته 206 S2000 J34 یا J35، ما حالا ولئو رو باز کردیم. بعد قسمت بعدی ساکس 500 هست، میبینید که باز اطلاعات فایلش مشخص نیست. ولئو 9560 اطلاعات فایل رو میزنم. 5773 KM نوشته، یعنی چی؟ یعنی مقدار کیلومتر ما 5773 است. در همین جا اگر سخت افزار به سیستم کامپیوتر یا لپتاپ شما وصل شده باشه میتونید مقدار کیلومتر رو بنویسید و ذخیره کیلومتر جدید رو بزنید. با زدن ذخیره کیلومتر جدید کیلومتر شما مستقیم میاد و بر روی اون IC میشینه. IC چی؟ مثلا در VCI ولئو IC 9560 ایپیرامش. در همینجا وقتی که یک فایل رو باز میکنید، حالا به هر عنوان مثلا 8361 رو میزنیم، اطلاعات فایل بشه هم بزنید، نگاه کنید 8361 مشخص شد. قسمت پایین رو نگاه کنید، خواندن، پاک کردن، برنامه‌ریزی، مقایسه و خالی بودن. اینها برای زمانی هست که ما میخوایم از قسمت یک ECU اطلاعات خودمون رو بخونیم. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.